حسابات جنبستی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان برای سال 2016. بیشتری شهروندان تاجیکستان میخواهند کشور را ترک کنند. مأموریت روحانی روسیه به جلب نمودن امامان تاجیک برای موعظه کردن بین مهاجران مهنتی کوشش دارد. در جنبستی سال 2016 وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده قید نمود که گویا سال گذشته از طرف مقامات 36 عمل تروریستی پیشگیری شده است. سنه 20 ینوری سال 2017 در کنفرانس مطبوعاتی از طرف وزیر گفته شد که 36 دفعه احتمال عمل تروریستی که تشکیل کنندگان چنین عملیات را نسبت کارکنان حفظ حقوق و شهروندان نگرانیده بودند پیشگیری شد. به گفته رحیمزاده سال 2016 در کشور از طرف کارمندان مقامات 400 نفر شهروندان با اتهام در گروه های ممنوع بوده اینچنین در تشکیلات های اسلامی بازداشت شدند. کارشناسان قید کرده میگویند که هر سال ساختارهای قدرتی از پیشگیری عملیات های تروریستی وجود نداشته حسابات میدهند. اگر فرض کنیم که تروریستان هستند و میخواهند عملهای تروریستی خود را گذرانند، این کاری مشکل نیست، چون که نظام بخطری تاجیکستان در کشورهای آسیای مرکزی عقیب مانده به حساب می رود. به همه معلوم است که چنین حسابات های بردروغ برای داشته استادن مردم در حالت ترس داده می شود. رژیم برای سفید کنی سیاست خود در مبارزه بر ضد اسلام و مسلمانان تاجیکستان چنین چاره ها را پیش بینی می کند. 12 ینوری سال جاری در شهر دوشنبه نزد بینای نمایندگی وزارت کارهای داخلی فدراسیای روسیه اوید به کارهای مهاجرت مردم جمع شده است، خبر می دهد آژانس اطلاعاتی فرگانا. آژانس اطلاعاتی سخنان یکی از شهروندان را می آورد که در کشور اکثری مردم به برنامه هجرت هموطنان به روسیه اشتیاق اظهار می کنند، از سبب آنکه حالت اقتصادی تاجیکستان روز از روز بد شده استاده است. عین زمان میزاجان از حد امکان قبول کارکنان وزارت کارهای داخلی فدراسیای روسیه زیاد می باشند، می گوید مصاحب. هر سال منطقه های روسیه به وزارت کارهای داخلی فدراسیای روسیه آید شماره قبول مهاجران سابق اتحاد شوروی علل خصوص تاجیکستان برای استقامت دائمی درخواست می فرستند. جالب دقت است که شهروندان تاجیکستان پیشتر نیز به این برنامه هجرتی اعتبار داده برای گرفتن اجازت نامه زیستن و کار و فعالیت در روسیه حرکت کرده، آیله اشان در کشورهای خود زندگی میکردند. ولی وقتهای آخر شاهد آن گشتیم که اکثریت مردم تاجیکستان ترک وطن کردن میخواهند و نه فقط به کشور روسیه. اقتصادچیان قید کرده میگویند که سبب ترک کشور کردن اهالی حالت تنگ اقتصادی در کشور می باشد و سیاست فشار سخت رژیم رحمان نسبت هر گونه نمودی دیگر اندیشی می باشد. رئیس مأموریت روحانی روسیه امام خطیب مسجد مسکو ایلدار علیالدینوف با کمیته اوید به کارهای دین در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با پیشنهاد فرستادن امامان تاجیک به پایتخت روسیه برای معرض نمودن و فهماندن اساسهای اسلام حقیقی در بین مهاجران مهنتی تاجیک مراجعت نمود. در این خصوص روسیه برای همه تکیه به سامانه سپوتنیک تاجیکستانی با زبان تاجیکی نوشته است. با گفته امام خطیب مسجد مسکو روحانیت روسیه امکانیتی به همه نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی رساندن دعوت را ندارند، چون که موعظه ها و ادبیات ها در زبان روسی بوده به همه نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی فهمانست. از این رو حل معما در آن است که از هر یک کشورهای آسیای مرکزی نماینده های روحانیت باید باشد، میگوید علیالدینوف. مصاحب خبرها سیاستشناس فردوس سلیمزاده میگوید که چنین مراجعت روحانیت روسیه نشان میدهد که حکومت روسیه در من نمودنی بیدارشوی مسلمانان روسیه بیچاره مانده است و مهاجران مهنتی از کشورهای آسیا مرکزی را همچون یکی از عاملهای این بیدارشوی می حسابد.
ولی یک چیز را قید نمودن ضرور است که با حل کردن مانعی زبانی حالت امروز را تغییر داده نمی شود. چونکه نمایندگان روحانی روسیه اینچنین روحانیان کشورهای آسیای مرکزی با غلط معنی داد کردن اسلام و با طرفداری سیاست غیر اسلامی حکومت داران اعتماد مسلمانان را اللکی از دست دادند. در مکتب های تاجیکستان فنی نو کنستیتوسیه جاری کرده می شود. حکومت تاجیکستان مراسم ازدواج نکاح اسلامی را تحت نظارت می گیرد. روسیه هندوستان فرودگاه عینی به کی خواهد رسید؟